سلام به شما، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. تحولات روزهای اخیر به حدی سریع بوده که بررسی همه آنچه که این روزها اتفاق افتاد شاید ماها به طول بیانجامد. اما آنچه که میدانیم این است که ایران پیش از شلیک به اهدافی که نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند به دولت عراق، یعنی میزبان نیروهای آمریکایی، خبر حمله را داده بود. بر اساس شواهد و اطلاعاتی که در دست است، جنب و جوش دیپلماتیک قابل توجهی هم در جریان بوده و طرف آمریکایی مطلع شده که این انتقام ایران بوده و ایران قصد ندارد اقدامی فراتر صورت دهد. ایران و آمریکا هر دو به سازمان ملل نامه نوشتند. تهران گفته قصدش جنگ نیست، اما دفاع مشروع را حق خود میداند. واشنگتن گفت آماده گفتگوی بی قید و شرط با ایران است، جمله ای که در سطر آخر سخنرانی دونالد ترامپ هم به نوعی بود تکرار اینکه ایالات متحده دنبال صلح است. رهبر ایران هم بر این تاکید کرد که هدف کشورش خروج آمریکا از منطقه است، هدفی که دیپلماتیک به نظر می رسد تا نظامی. آیا این وضع فعلی برای مدت قابل توجهی قابل ادامه است؟ در این برنامه سه میهمان داریم. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس با ماست. آقای کیان از طرفداران آقای ترامپ در دوره انتخابات بودند و عضو حزب جمهوری خواه هم هستند. مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا، از همین شهر با ماست. و اینجا در استودیو هم مجید تفرشی، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر تاریخ معاصر. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای تفرشی، از شما شروع میکنم. در استودیو هستید، به ما بگید که به نظر شما آیا میشه گفت که اون چه که در سخنرانی آقای ترامپ شنیدیم روز چهارشنبه و همینطور اتفاقاتی که من بعد از اون افتاد با اون چه که در روزهای قبل میدیدیم تفاوت عمده کرد؟ آیا فکر میکنید که تصمیم آقای ترامپ از جنگ برگشت یا از آغاز همین بود و همین رو میخواست؟ ببینید، آقای ترامپ به هیچ وجه مصمم به انجام جنگ نبود. طبیعتاً سیاست ترامپ که از دوران تبلیغات ریاست جمهوری شروع شد و ادامه پیدا کرد تا دوران ریاست جمهوری و تا امروز، همونطور که خودش هم گفته، فشار حداکثری و به زانو در آوردن ایران و تحمیل شرایطی بدتر از جنگ به ایران بود. در این راستا طبیعتاً انتقاد از برجام و انتقاد از هر آنچه که دستاورد اوباما تلقی میشد، دغدغه روانی شخص ترامپ و کمپ ترامپ است که ادامه هم داره و معلوم نیست که به تبع پایان برسه این مشکل روحی روانی علیه اوباما که به سبب ترکشش به ایران هم خورده. مسئله دیگه سه تا حادثه پیاپی، یعنی ترور و شهادت و قتل غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر متعارف سپهبد سلیمانی هست که طبیعتاً جور که امریکا میخواست به نفع او تموم نشد و درسته که جامعه بین المللی، سران جامعه بین المللی نسبت به خصوص غربی ها حمایت کردن از ترامپ، ولی در عمل آقای ترامپ در نبرد فتح قلوب اذهان در این ماجرا باخت. و بعد از اون دو تا حادثه مهمتر اتفاق میفته به نظر من، که یکی مهمترینش که کمتر مورد توجه واقع شده، مسئله رأی تاریخی پارلمان عراق هست برای خروج نیروهای خارجی از عراق که عمدتا نیروهای آمریکایی باشند، به نشون دادن تذبذب و دورویی سیاست خارجی آمریکا که اصرار خروج از عراق داشت و حالا داره بازی در میاره و میگه این کارو نمیکنه. این ماجرا اگر موفق بشود، یعنی خروج نیروهای خارجی از عراق، یا موفق نشود، چه جدی باشه چه فقط سمبولیک باشه، تا همینجا هم شکست بزرگی برای سیاست خارجی ترامپ هست و آقای پومپو که عقل کل دستگاه آقای ترامپ هست. و مسئله حمله موشک ایران چه با هماهنگی بوده چه بدون هماهنگی، چه آدمی توش کشته شده باشه نشده باشه، نشان دهنده ضربه پذیر بودن و تزلزل دستگاه دفاعی امریکاست برابر توان متوسط ایران. اجازه بدید آقای کیان نظرشون رو بگن. آیا به نظر شما تغییر در مواضع آقای ترامپ شاهد بودیم؟ نه، به نظر من تغییر در مواضع آقای ترامپ شاهد نبودیم. ایشان قصد شروع هیچ جنگی رو نداشتند و همونطور که در کارزار انتخاباتیشون هم قول دادن. من میخوام اینجا یه سوالی از شما بپرسم آقای ترامپ. این البته شما هم برمیگرده آقای تفشی، گفتید که ایشون قصد جنگ نداشتن. چطور ممکن هست که شما کسی که گفته میشه نفر دوم یه مملکت دیگه هست رو بکشید و بگید که من با اون کشور قصد جنگ ندارم؟ چطور چنین چیزی ممکنه آقای کیان؟ ببینید، اگر فقط بخشی از اون چه که اتفاق افتاده رو عنوان بکنیم و بخوایم بررسی بکنیم، تمام واقعیت رو بهش نگاه نکردیم. همونطور که دولت جمهوری اسلامی هم اذعان داره، دخالت دولت جمهوری اسلامی در منطقه
عملیات مخرب، عملیات تروریستی، کشتن بیشتر از 600 تبع آمریکا، برنامه‌ریزی عملیات ترور. ببینید، به این سادگی نمی‌شود گفت که شما یک شخص دوم یک مملکت رو کشتید. خب باید بقیه اون واقعیت‌ها رو در نظر گرفت که چرا این اتفاق چرا افتاده. و در یک مورد آقای تفرشی گفتند که آقای ترامپ این نبرد فکر و اذهان عمومی رو باخته. من فکر میکنم که اگر صحبت برد و باخت قرار است بشود در اذهان عمومی، این حرکتی که دولت جمهوری اسلامی در ایران به عنوان انتقام یا تلافی نشان داده، یک حرکت کاملا توخالی و یک حرکتی است که من فکر میکنم که اگر آبروی نظامی و سیاسی مطرح باشه، این جمهوری اسلامی است که بایستی نگران باخت سیاسی در این معادله باشه. البته باخت و برد و باخت اندازه گیریش 100% نیست در این موقعیت، ولی بایستی واقعیت رو همه رو در نظر گیریم. برسه برین آقای نوربخش هم باید بحث کنیم. آقای نوربخش، نظر شما چیه؟ هم در مورد اصل سوال که آیا موضع آقای ترامپ رو تغییر کرده میبینید ظرف یکی دو روز گذشته، یا اینکه و همین که نظرتون راجع به صحبت آقایون چیه؟ والا من اصولا موافق با این نیستم که دولت آمریکا به دنبال جنگ با ایران نبوده. من اصولا با این فرضی موافق نیستم. شما اگه برگردید به تاریخ از وقتی که آقای ترامپ اومده بر سر قدرت ایران، بر سر قدرت آمریکا، فشارهای زیادی روی آقای ترامپ بوده از طریق دولت اسرائیل، از طریق عربستان سعودی که یک جنگی رو به ایران شروع بکنه. و بهترین شاید نمونه این الان این باشه، دلیل این باشه که آقای ترامپ هیچ توجیهی برای حرفی که زد که سردار سلیمانی رو به قتل رسوند، کشته، هیچ توجیه خاصی نداره. و دیروز کنگره کاملا روشن شد که هیچ توجیهی در حقیقت دولت ترامپ در شرایط فعلی نداره. اینکه من اصولا بر این باور هستم که ایران نمیخواد که جنگ شروع بشه درون منطقه، به خاطر اینکه هر جنگ درون منطقه شروع بشه به هر بار به نفع ما نیست، اگرچه به نفع آمریکا هم نخواهد بود، اما ایران نمیخواد که در شرایط فعلی تنشی رو با آمریکا شروع بکنه. دولت ترامپ آماده بوده. دولت ترامپ بعد از اینکه ایران اون درون، اون پهباد آمریکایی رو زد، بسیار زیر فشار بود از طرف جمهوری‌خواها در آمریکا که عکس العملی از خودش نشون بده. و بحث این بود که اگه ترامپ عکس العملی نشون داده بود، شاید به این روزها ما نمی‌رسیدیم. این که من اصولا با این فرضیه موافق نیستم که جنگ طلبان آمریکایی که دولت ترامپ رأس اونها هست، اونها نمی‌خوان با ایران جنگ رو شروع بکنن. این بود که نشون داد که به هر بار دنبال جنگی نیست. پس آقای نوربخش، این حرفایی که دیروز آقای ترامپ زد به چه معناست؟ اینکه در به خصوص در جمله آخر گفت ما آغوشمون رو برای صلح باز میکنیم برای دولت و مردم ایران، در طول پیامش هم چند باری اشاره که حتی به همکاری برای مبارزه با داعش یک بار دیگه اشاره که قبلا هم میدونیم که از ایران تشکر کرده بود بابت در واقع مبارزه با داعش. فکر میکنید واقعا چقدر میشه او این حرف‌های او رو در یک سمت سو دونست؟ بله، من نمی‌بینم در یک سمت سو. ببینید آقای سلیمانی، حالا ما خوشمون از آقای سلیمانی بیاد یا نیاد، به هر بار همه میدونن که سلیمانی نقش بی‌سزایی داشته در شکست داعش درون خاورمیانه. بله، یک آدم ضد آمریکایی بود، در این شک نیست. اما یک دولتی ریکلس، بدون در حقیقت هیچ توجیه در حقیقت قانونی، این کار رو در شرایط فعلی انجام بده، این به نظر من هیچ ربط و چیزی به هیچ چیزی نداره. و صحبتایی که آقای ترامپ میکنه، آقای ترامپ به هر بار شخصیت بسیار مشخصی هست، شخصیتی هست که به هر بار استواری یا ثبات شخصیتی نداره و از این حرفا زیاد میزنه دیگه. امروز آقای پنس وقتی که میخواست دفاع بکنه از جلسه شکست خورده دیروز که بسیار رو قانع نکرد، میگه اطلاعاتی ما داشتیم که نمیتونستیم در مقابل کنگره آمریکا این اطلاعات رو نشون بدیم. این خیلی حرف بعیدی هست، بخاطر که کنگره آمریکا حق دارد، حق قانونی دارد که بدون رئیس جمهور این تصمیم رو گرفته است. خب پس سوال رو از اول شروع بکنیم. پس چرا فکر میکنید آقای ترامپ با چه در واقع اطلاعاتی دست به کشتن آقای سلیمانی زد؟ اول از شما شروع میکنم آقای نوربخش، فکر میکنید چطور تصمیم گرفت که سلیمانی رو بکشه؟ حالا سلیمانی رو میخواستن بکشن. یعنی سلیمانی از وقتی که آقای ترامپ بر سر قدرت اومده بود، سلیمانی تارگت اسرائیل بود،
تارگت دولت آمریکا بود و اینها یک فرصتی میگشتند و این فرصت رو الان انتخاب کردند. الان انتخاب کردند در حالی که بارها و بارها فرصتش وجود داشت؟ بحث سر همینه که چرا این فرصت رو الان انتخاب کردند در بدترین زمانی که ببینید آقای ترامپ از یه طرف میگه که من میخوام با ایران مذاکره بکنم و حاضرم شرط و شروط هم برداشته است بدون قید و شرط. اما آیا بعد این سوال عقلانی رو از هر کسی کرد که وقتی که شما عضو یک ارتش دیگر رو میزنید، حالا دوست بداشتید نصب تروریست نه هر چی شما میخواید در موردش فکر بکنید، اما شما وقتی که یک عضو ارتش یک کشور دیگر رو میزنید، این خود شما بهش اشاره کردید، این در حقیقت نشانه اعلام جنگ به کشور دیگه. شما چطور ببینیم آقای کیان نظرشون چیه؟ آقای کیان من جوابتون رو میتونید شما بدید. سوال شما اینطور که من شنیدم سرکوفان وازدین بود که چرا الان؟ خب ببینید آقای ترامپ خیلی مشخص کردن که با از دست دادن جان یک تبع آمریکا به فرمول تغییر کرد. ایشان اون اتفاقی که شما دنبالش میگردین کشته شدن یه آمریکاییه. چون تعامل سیاسی، تعامل دیپلماتیک دولت ایالات متحده تا جایی بود که یک تبع آمریکا کشته نشده باشد. وقتی این تبع آمریکایی عراقی در اونجا کشته شد به دلیل حمله مستقیم دولت جمهوری اسلامی، عملا اگر خط قرمزی بود، چون ببینید برخلاف دولت آقای اوباما، آقای ترامپ خط قرمز تعیین نمی‌کنن، فقط عمل می‌کنن و اکثر عملشون در ارتباط با از دست دادن جان یک تبع آمریکا بود. خب دقیقاً این ما رو می‌بره به ادامه این بحث در مورد حد انتقام. قبلا هم آقای کیان اشاره کردن که حتما جواب بدید، ولی من می‌خوام سوال رو جور دیگه ای مطرح بکنم، شما حتما جواب آقای رو هم بدید. آیا اون انتقامی که دولت ایران، حکومت ایران از آمریکا گرفت در حدی بود که آقای در واقع کشتن آقای سلیمانی رو به قول معروف بشه باهاش در یک کفه ترازو قرار بدید؟ بله ببینید، اولا خدمتتون عرض کنم که زدن سپهبد سلیمانی، سردار سلیمانی، برای آمریکایی‌ها کار دشواری نبود. علتش هم خیلی ساده است. نمیدونم حرکت دوستان یا عزیزالی در فرودگاه بغداد یه وقت رفتی یا نه. فرودگاه بغداد فرودگاهیه که 0 تا 100ش در کنترل امنیتی یک کمپانی است به نام جی فور اس. جی فور اس کمپانی اصالتا انگلیسیه با سهام آمریکایی، اخیراً بخش دولت اسرائیل هم درش شریک شده. تمام شؤونات امنیتی، شؤون امنیتی فرودگاه بغداد در اختیار این کمپانیه که بهش گفته میشه بزرگترین ارتش خصوصی جهان. شما در لندن هم که ببینید رو آمبولانس ها اکسسس رو ماشین های حمله پول اسم همه جای دنیا نفوذ داره، در منا بوده، در المپیک لندن بوده. بنابراین شناسایی و ردیابی قاسم سلیمانی در عراق کار دشواری برای آمریکایی با داشتن عنصری مثل جی فور اس چیز عجیب غریبی نبوده. کمپانی بدنامی است در انگلیس، در آمریکا، در سعودی و در اسرائیل و در مناطق اشغالی و در جاهای دیگه. دوم اینکه مسئله اینکه چرا این انتخاب شد در این زمان، دلش خیلی ساده است. در امریکا و در اروپا ما شاهد چند تا گروه فشار جدی هستیم. لابی اسرائیل در درجه اول، پول امارات متحده عربی و قدرت تبلیغاتی نهادهای وابسته به سعودی. اینا وقتی هم تازه است مگه؟ هیچ کدوم تازه نیست، ولی فشارهایی که آورده فشار جدیده. وقتی ما شاهد هستیم رسانه‌های مختلف از جمله بی بی سی، از جمله رسانه‌های دیگه، لازم نیست اسم ببرم، وقتی که به سفارت و کنسولگری ایران حمله میشه، آتش زده میشه، میگن مردم خودجوش مردم عراق، وقتی که برعکسش برای آمریکا صورت میگیره، مزدوران جمهوری اسلامی تلقی میشن، طبیعیه که به این آتش دامن زده میشه و مرتب صحبت میشه که باید خلاصه دولت آمریکا کاری بکنه. وقتی که این ترور غیر اخلاقی و غیر قانونی صورت میگیره، صحبت از این است که ایران آیا انتقام میگیرد یا نمیگیرد. اگر ایران میزد مثلا یه جایی رو در به داغون میکرد که مثلا 100 نفر 500 نفر کشته میشدن، طبیعتا کسانی که علاقمند به جنگ بودن خوشحال میشدن و میگفتن ایران جنگ افروزه و ایران دنبال جنگ. اگر هیچ کاری نمیکرد میگفتن ایران ترسیده و جا زده. حالا که ایران یک مرکز استراتژیک زده با کمترین تلفات ولی بیشترین هشدار، همه میگن ترسیده و جا زده. طبیعیه که این اتفاق میفته، چون دستگاه تبلیغاتی امریکا این کارو میکنه. شما یه نکته رو در صحبت قبلیتون اشاره کردم، من در چند ثانیه بگم. ببینید در مسئله دیپلماسی مردم محور و دیپلماسی عمومی یا فتح قلوب اذهان، درسته که دولت ها ممکنه شعارهایی بدن، بیانیه‌هایی بدن، حمایت کنن از کشور پولدارتر و قدرتمندتر، ولی من شاهد این بودم، خدمتتونم گفتم قبلا، در جلسات مختلفی که در اتحادیه اروپا در کشورهای مختلف اروپایی برگزار میشه، دولت ترامپ پایین‌تر از حد وزیر سیاسی که عضو حزب هست، در حد معاون وزیر و مدیر کل دولت بی‌آبرویی است رسما و علنا. مدیران میانه اروپایی چه فایده‌ای برای ایران؟ هیچ فایده‌ای نداره، ولی شرایط رو به تغییر میده. تنها زمانی که ایران پای میز مذاکره
مذاکره نشست در موضع برابر با شش قدرت جهانی دولت اوباما بود. با فحاشی و توهین و تروریست خطاب کردن ایران و آمار دروغ و اطلاعات دروغ راجع به ایران و پول دادن به عده‌ای که به اصطلاح اطلاعات غلط به شما دهمون مرسنری به عنوان مزدوران تبلیغاتی و مزدوران سیاسی دولت آمریکا به هیچ جا نخواهد رسید. میتونه ایرانو بدبخت بکنه ولی ایرانو به زانو در نمیتونه. آقای نوربخش نظر شما چی هست؟ میگن که دولت آمریکا در بخش بردن قلوب قلب‌های در واقع جهانیان با مشکل روبرو هست. آقای ترامپ تصمیماتی میگیره تقریبا همه جهان رو عصبانی میکنه، بنابراین این میتونه به نفع ایران باشه تا حدی. به نظر شما این اتفاق میفته؟ من یه لحظه کار می‌کنم، میبخشید من برگردم به سوالی که جناب کیان مطرح کردن. ببینید حزب الله عراق که بخشی هست از گروه هشت شعبی یه دونه کارفرمای آمریکایی رو میزنه. ایشون میگن که به هر بار دولت آمریکا الان برگشت و سردار سلیمانی رو زد، کشت به خاطر این کشتن این در حقیقت این کارفرمای آمریکایی. دولت آمریکا درست نبود که نشون میداد که چه رابطه‌ای هست بین حزب الله عراق در لبنان، به غیر از این که در عراق، به غیر از این که به هر بار حالا این گروه‌ها تحت نفوذ ایران هستن، اما رابطه مستقیم این رو دنیا نمیخواد بدونه که واقعا چه کسی برنامه‌ریزی که همین الان که ما نشستیم در طول این چند روز گذشته گروه‌های از هشت شعبی تا الان حدود 12 راکت به مراکز مختلف توی عراق پرتاب کردن. آیا دولت آمریکا میتونه بگه همه اینها رو ایران درش تأثیر داشته؟ همه میدونه بسیاری از این گروه‌های نیابتی. پس چی میگه آقای پنس که میگه امروز ابراز خرسندی کرده، گفته که ما اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه ایران به گروه‌های نیابتی خودش دستور داده فعلا اقدامی علیه آمریکا نکنن. معاون رئیس جمهوری آمریکا خوشبین هست، میگه بنابراین احتمالاً عملیاتی علیه ایران علیه منافع آمریکا صورت نخواهد گرفت. والا این حرف آقای پنس، من این حرف رو من اصلا از این ادمنستریشن هر حرف بیرون من هیچ کردیبیلیتی براش قائل نیستم، به خاطر که گفتم اینها اگه هیچ بیانیه‌ای داشتن، هیچ دلیلی داشتن، بعد این دلایل خودشون رو برای کنگره روشن میکردن. اما اصولا ما برگردیم به سوال شما خانم غازی که گفتید. شما الان به اروپا برگردید، به خود آمریکا برگردید، بسیاری از مردم آمریکا الان سوال میکنن که این دولت چرا اینقدر باید غیر قابل پیش بینی باشد کارهایی که در حقیقت انجام میده. الان تو خود اروپا الان شما برید سرشماری ها رو ببینید. من با جناب تفرشی موافق هستم اینجا که این کار ترامپ برخلاف اون چیزی که فکر میکرد، حالا شاید فکر میکرد که این به طور کمک تبلیغاتی بهش بکنه سر انتخابات یا هر بحثای دیگه، ولیکن کمکی به آمریکا نکرده. بسیاری از کشورهای اروپایی الان ناراحت هستن به خاطر که نمیدونن واقعا این دولتی که غیر قابل پیش بینی نیست فردا چه کار بکنه. ببینید من یه مثال شما بزنم. خب این میفهمم صحبتتون آقای نوربخش، ولی بحث ما اینجا بحث فایده و زیان برای کشورهای مختلف هست. ما در مورد اخلاق صحبت نمی کنیم. متاسفانه اون چی که خیلی وقتا در مسائل بین المللی این نیست که حالا اخلاق خوب یک نفر چقدر تاثیرگذار هست. بحث این هستش که چه منافعی داره برای هر کشوری در این میان داره میشه حساب کردش. آقای ترامپ تصمیم میگیره در واقع قدرتمندترین مرد جهان هست و میتونه تصمیماتش زندگی همه ماها رو در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار بده. آیا اینکه او آدم غیر قابل پیش بینی هست مسئله رو از ایران حل میکنه؟ آیا ایران مثلا با این حساب که بگه این آدم قابل اعتمادی نیست میتونه کاری رو پیش ببره در دنیا؟ نه ایران نمیتونه کار رو پیش ببره، برای دنیا هم کار پیش برده نمیشه. فقط بحث سر اینه که اصولا در کشورها رهبران دنیا وقتی که در این نظم در حقیقت بین المللی شرکت میکنن اینها کارشون باید قابل پیش بینی باشه، به این تعبیر که هر کاری که ما در هر جای دنیا انجام میدیم، ایران هم همینطور. ایران هم دقیقاً من با بسیاری از رفتار ایران موافق نیستم. من کاملا موافق هستم که ایران نباید درون خاورمیانه باشه. هر کشوری در حقیقت کاری که در دنیا انجام میده در این نظم جهانی شده امروز تأثیرات خودش رو میگذاره. شما محیط زیست رو ببینید، شما بقیه هیچ کشوری نمیتونه خودش رو در شرایط فعلی جدا بکنه. اما من برگردم به این سوال خانم یوازه که شما مطرح کردید، به نظر من ایران
دنبال کلافی نبود اینجا. ایران میخواست که قدرت خودش رو نشون بده و نشون داد. نشون داد واقعا. آقای امروز فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی آقای حاجی‌زاده، سردار حاجی‌زاده گفت که ما دنبال این بودیم که به منافع آمریکا در عراق ضربه بزنیم. ضربه زد؟ نه این حرف غلطی. حرف کاملا نظر من غلطی است. دولت ایران بیشترین سودی که از این ماجرا برد به نظر من نشون داد که چقدر در حقیقت حملات موشکیش قابلیت داره، این رو نشون داد. اما اصلا دولت ایران دنبال این نبود که بر حجم این تنش بیفزاید. ببینید دولت ایران 6 ساعت زودتر از اینکه این حمله اتفاق بیفته، دولت آمریکا و پایگاه‌ها می‌دونستند. از طریق دولت عراق این خبر به آمریکایی‌ها داده شده بود و من در این یک لحظه شک نمی‌کنم که با اجازه دولت عراق این خبر به اینها داده شده بود. دولت ایران دنبال یه چیز دیگه میگشت. دولت ایران دنبال این نبود که در شرایط فعلی جنگ رو در حقیقت شعله ورتر بکنه. اینکه ایران ببینیم آقای کیان نظرشون چیه. آقای کیان میفرمایند که دولت آمریکا یک دولت غیر قابل پیش بینی است، به نظم بین المللی احترام نگذاشته. در روزهای گذشته از خیلی از تحلیلگران دیگه هم شنیدیم کشتن یک مقام عالی رتبه یک کشور ثالث در یک کشور در خاک یک کشور دیگه خلاف عرف بین المللی بوده و به هر حال عواقبی داشته که میشد حد زد. ولی ایران انتخاب کرده که به جای اینکه تنش رو بالا ببره به نوعی اطلاع رسانی بکنه. این تحلیلی هست که خیلی از تحلیلگران میدن. شما باش موافق هستید؟ نه، من باش موافق نیستم. من فکر میکنم که تحلیل با زاویه حمایت از یک سو و یا یک سوی دیگر به طور قطع تحلیل کاملی نخواهد بود. ببینید آقای تفرشی گفتند که یک موزه استراتژیک رو، چه موزه استراتژیک رو؟ یه پادگان خالی رو با 4 ساعت اطلاع قبلی موشکباران کردن. چه فتح قلوب اسانی اینجا دولت جمهوری اسلامی کاملا نشان داده که شاخ ترور در منطقه شکسته شده و دولت جمهوری اسلامی توانای مقابله و اینکه با این کلمات بزرگ استفاده کردن از انتقام سهمگین و همسال هم نمیتونه بگیره. بنابراین باید که کل مسئله رو نگاه کرد. آقای نوربخش میفرمایند که بله، درسته که کتاب حزب الله این کار رو کرده، ولی اونها هرچند که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشوند، مسئولیت کامل به طرف جمهوری اسلامی نیست. خب این تحلیل ناقصی است. نمیشه از یه طرف گفتش که کتاب حزب الله عکس آقای خامنه ای رو هم میکنه. آقای خامنه ای رو فرمانده خودش میدونه، ولی کاملا جدا از جمهوری اسلامی عمل میکنه. از طرف دیگر شخص شعبی از طرف دولت عراق به عنوان یکی از عناصر امنیتی دولت به وجود آمده. بنابراین شما وقتی که صحبت میکنید که عناصر یک دولتی به یک دولت دیگه حمله بکند، چرا راجع به این که حمله به سفارت آمریکا، به خاک آمریکا حمله شده رو راجع به صحبت نمیکنید؟ ببینید، تحلیل ناقص یک داستان جالبی ممکنه با احساسات ارائه بده، ولی باستی همه واقعیت ها رو روی میز گذاشت و در نظر گرفت. اجازه بدید ببینیم آقای تفشی نظرشون چیه. ببینید، من قبول دارم با صحبت آقای کیان موافقم که تحلیل ناقص نباید کرد، برای اینکه فکر میکنم چیزی که در صحبت ایشون من دیدم، در واقع به تعبیر خانم مرحوم مارگارت تچر، حالا مؤدبانه شو بخوام بگم، صرفه‌جویی در راستگویی بود. خدمتتون عرض کنم که ببینید، شما صحبت‌های آقای ترامپ رو در روز چهارشنبه وقتی بهش نگاه می‌کنید، تزلزل و بازنگری درش دیده میشه. تصمیم خودش هست، تصمیم ترامپ هست، بازنگری با در اون 12 ماده بدنام آقای پومپئو که الان دیگه شرطهایی وجود نداره، خود این کاملا مشخص میکنه وضع. من برمیگردم به صحبت اولم خدمتتون. ایران به یک پایگاه استراتژیک حمله کرده، یک زمین لمیزره رو زده، ادهی رو کشته، نکشته، ویرانی به وار آورده، نیورده، قدرت موشکیش رو به رخ کشیده یا نکشیده. برای من مهمتر از این حادثه که از نظر موشکی و از نظر استراتژیک بسیار مهمه، میتونن آقایون بگن مهم نیست، میتونن نادیده بگیرنش، مهمتر از اون رأی پارلمان عراقه. رأی پارلمان عراق شکست تاریخی و افتضاح دولت آمریکاست. دولتی که آقای کیان ازش حمایت میکنه الان هیچ مشروعیتی حضورش در عراق نداره و الان به زور و ضرب و تهدید تحریم در عراق حضور داره. این بزرگترین پیروزی نتیجه خون آقای سلیمانی. آقای کیان نظرتون چیه؟ ببینید، باز هم من واسه بگم که تحلیل ناقص خیلی جالبه، ممکنه هیجان انگیز باشه، ولی
راجع به رأی پارلمان عراق. رأی پارلمان عراق یک رأی سمبولیکه، از 329 نماینده 168 نفر حاضر بودن. تصویب شده آقای کیم، رأی قانونا تصویب شده. شما اما اگر تو شوردن دیگه دبه در آوردن تو بازی. آقای سرپشی من دارم صحبت. بله بفرمایید آقای کیم. بله تعامل کنید. ببینید رأی مجلس نمایندگان رو بایستی در شرایطی که این رأی داده میشه بررسی کرد. در شرایطی این رأی داده میشه که پارلمان عراق اجازه انجام چنین قراری نداره، یک لایحه هست و قانون نیست. بنابراین دولت آقای نخست وزیر عراق که مستعفی هستن امروز قدرت اجرای چنین لایحه‌ای رو ندارن. بنابراین این 100% یک رأی سمبولیکه و به نظر من یک نمایش بسیار بسیار روشنی است از طرف نمایندگان که کاملا جداست از خواسته های کردها، از خواسته های بقیه نمایندگان. بله تصویب شده، تصویب شده، ولی کل واقعیت رو باید نگاه کرد. نبودن بقیه نمایندگان، نبودن. فکر میکنید اگر بقیه نمایندگان بودن هم همین رأی تصویب میشد؟ فکر میکنید اگر دولت سر جاش بود تصویب میشد؟ نه، با توجه به همه جزئیات تأثیر زیادی نداره. ما راجع به یه سری اتفاقاتی صحبت میکنیم که اگه کاملا بهشون توجه نکنیم این زاویه دلخواه خودمون رو انتخاب. از این نظر این اهمیت پیدا میکنه آقای کیان که شعار دولت و حکومت ایران الان این هستش که میخوان ایران در واقع آمریکا از منطقه خارج بشه، یعنی بحث اصلی رو گذاشتن روی اخراج آمریکا از منطقه. هم رئیس جمهور ایران اینو میگه، هم رهبر ایران، هم سایر مقامات. بنابراین از این نظر شاید اگه به قضیه نگاه بکنید اهمیت پیدا بکنه. ببینید شاید از این نظر اهمیت پیدا بکنه، ولی ببینید امروز هم صحبت کردن فرماندهان سپاه، صحبت میکنن که ما هنوز کارمون تموم نشده، انتقام بزرگ در راه است. خب منظورشون چیه؟ منظورش اینه که همین کتاب حزب الله، هشت و شعبی، بقیه در جاهای دیگه، در کشورهای دیگه ای که نفوذ نظامی امنیتی جمهوری اسلامی حاضر است فعالیت خواهند کرد. بنابراین نه، من فکر نمی کنم اعتباری برای جمهوری اسلامی کسب شده. برعکس، جمهوری اسلامی کاملا نشان داده که نه، یک طبل تو خالی است و حرف زیاد میزنه ولی عمل نمیتونه بکنه. آقای نوربخش، نظر شما چیه در مورد این بحث؟ اینکه مسئله ای که در واقع جمهوری اسلامی داره خروج آمریکا از منطقه است، اون چه که اعلام شده دست کم، و پارلمان عراق به عنوان اولین کشور رأی داده به این. ببینید من یه بحث بینابینی دارم. من فکر میکنم که این رأی که دولت عراق گرفت به هیچ وجه سمبولیک نبود. این رأی در زمان دولت موقت عراق، دولت در حال ترانزیشن گرفته شده و یک رأی قانونیه. اما من برمیگردم به همین تعدادی که جناب کیان گفتن، از 329 نماینده به 168 نماینده. یادمون باشد که امروز برهم ساله و رئیس مجلس عراق هر دوتایی حمله ایران رو به پایگاه نظامی آمریکا در عراق محکوم کردن. ببینید ما به عنوان ایرانی، به عنوان ایرانی که میخواد درون این منطقه با بقیه زندگی بکنه، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که دولت آمریکا از منطقه بیرون برد یا نه. ما حد اکثر ترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که اجازه ندیم به هیچ قیمتی که آمریکا روی سیاست‌های کشور ما تأثیر بگذاره. اما اگه ما در حقیقت به دنبال تفاهم درون خاورمیانه هستیم، این شعارم به نظر من یک شعاری هست که به ایران ربط مستقیمی نخواهد داشت، به خاطر که بقیه کشورهای منطقه باید تصمیم بگیرن که میخوان آمریکا از منطقه بیرون برد یا بیرون نرد. ما در حال حاضر میدونیم که بزرگترین به حساب همپیمان ما در منطقه مثل دولت قطر، بزرگترین پایگاه آمریکا رو در درون کشور خودش داره. اینه که ما نمیتونیم برای بقیه کشورهای منطقه تصمیم بگیریم. اینه که بحثی که در حقیقت از ابتدا بوده اینه که اگر روزی تمام کشورهای درون منطقه خلیج فارس به این تصمیم رسیدن، به این جمع‌بندی رسیدن که با هم میخوان که امنیت منطقه خلیج فارس رو تأمین بکنن، اون روز همشون با هم باید تصمیم بگیرن که چه دولت خارجی درون منطقه باشه و چه دولت خارجی نباشه. این البته از یه نظری هم یه مشکل تکنیکال پیدا میکنه، با توجه به اینکه بسیاری از این کشورها به نوعی در مقابل ایران قرار میگیرن. یعنی مثلا شما دقیقاً بحث من همینه. که ما اگه در حقیقت به یک ائتلاف منطقه‌ای اعتقاد داریم، اگه به همبستگی اعتقاد داریم، این شعار یک شعار به نظر من انحرافی هست. به این دلیل که ما اگه
بتونیم روابط خودمون رو با عربستان سعودی و بقیه کشورهای منطقه روابط درستی ایجاد بکنیم، یک روزی همه ما میتونیم بشیم دور میز و نه تنها در مورد امنیت منطقه خلیج فارس فکر بکنیم، در مورد یک بازار مشترک هم میتونیم فکر بکنیم، در مورد خیلی چیزای دیگه میتونیم فکر بکنیم. اینه که به نظر من این شعار درستی نیست. اجازه بدید نظر آقای طفشی رو همینجا بشنویم. آقای طفشی، بحث این هستش که اصلا این قابلیت عملی و اجرایی داره؟ شما حالا فکر کنید در پارلمان یک کشور مثل عراق هم رای بیاره، در سایر منطقه، در سایر نقاط منطقه چه؟ من جایی از صحبتام نگفتم که دولت ایران تلاش کرده، اقدام کرده برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق. دولت عراق مصوبه تر ایران آرزوش رو اعلام کرده و چیزی که مورد علاقه است اعلام کرده. اقدام اجرایی رو پارلمان عراق شروع کرده که البته میفهمن که یده نبودن، مثل تیم فوتبالی که بگه ما چند تا بازیکن مصدوم داشتیم ولی چون بازی رو باختیم بنابراین دوباره تکرار کنیم و اینا حرفای غیر دموکراتیکه و غیر پارلمانتاریستی. اگه فکر می‌کنم با این حرفایی که 4 نفر غایب بودن 5 نفر رأی ندادن اینا به جای میرسه، به جای خود. فکت اینه که واقعیت اینه که پارلمان عراق رأی داده به خروج نیروهای آمریکایی از عراق. سمبولیک اجرا میشه نمیشه یه بحث دیگه است. ایران آرزوشو اعلام کرده و نیتشو اعلام کرده. حالا اجازه بفرمایید من جمله‌مو تموم کنم. خواهش. ببینید مسئله‌ای که آقای دکتر نوربخش فرمودن این مسئله کاملا جدیه. مسئله ضرورت همپیمانی امنیتی ایران با کشورهای منطقه، این چیزی که دولت آقای روحانی دنبالش بوده و قبل از اینکه به قدرت هم برسه شروع کرده. در زمان یادآوری می‌کنم خدمتتون، در زمان آقای محمد خاتمی، تنها زمانی که در طول تاریخ روابط ایران با کشورهای عربی خاورمیانه و با پادشاهی عربی سعودی ایران پیمان امنیتی امضا کرده، پیمانی که بین حسن روحانی و محمد بن نایف وزیر کشور عربستان پدر ولیعهد سابق بوده و در اون پیمان، حالا جزئیاتش مفصله، حالا اگه خواستین بشین برنامه مفصل صحبت کرد، اون پیمان جدی بود، پیمان سطح بالای امنیتی بود و ملاحظات هر دو کشور در بالاترین سطوح داشت. بله، شرایط عوض شده برای اینکه احمدی نژاد اومد به ماجرا تخریب کرد، سلمان اومد تخریب کرد، دو طرف در حال عناصرش اومدن که لطمه زدن به کل ماجرا. ولی مسئله بعدی که من خدمتتون بگم مسئله نیت واقعی باند آقای ترامپ، به خصوص جناح آقای پومپو و مشاوران ایرانی نما و غیر ایرانیشون هست که باشون همکاری دارن، اونها علاقمند مماشات با ایران نیستن. اونها جز چیزی جز رژیم چند نمیخوان. معاهده برجام که الان دولت آقای ترامپ دقشو داره و هر جلسه بهش فوش میده، تنها معاهده بود که ایرانو پای میز نشون با 6 قدرت جهانی. متاسفانه آقای ترامپ و متحدان راستگرای اصولگراشون در داخل ایران هنوز هم متنفرن برای اینکه حقوق ایران رو تضمین میکرد. برجام بزرگترین دستاورد دو طرف بود. آقای ترامپ و تیمش یک بازی برد برد و یک بازی باخت باخت تبدیل کرده و واقعیت اینه که ایران حضورش در خاورمیانه به هیچ وجه برخلاف جمله‌ای که آقای نوربخش فرمودن قابل انکار نیست. در زمان شاه هم نبوده، در ایران، در لبنان، عراق، بحرین و همه جاهای دیگه که نفوذ داشته. الان نفوذش خب جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده و جنبه‌های دیگه پیدا کرده، ولی اینکه شما تصور کنید ایران بره تو مرزهای خودش بشینه و در محیط امنیتی پیرامونیش کشورهای دیگه به خصوص با قدرت سعودی و پول امارات و قطر و جاهای دیگه هر کاری بخوام بکنن، خیال خامیه و هیچ رژیمی نه در این حکومت، نه در حکومت بعدی و نه حکومت قبلی اتفاق نیفتاده و نخواهد. سر یه سوال بسیار مهم، اینکه آمریکا و ایران تضاد منافع دارن در منطقه اونطور که در تصویر میبینیم، آیا هرگز این مشکل قابل حل هست با این حساب آقای طفرشی؟ اگر که در دولت قبلی هم همینطور، در دوران در واقع شاهنشاهی هم همینطور بوده، الان هم همینطور بوده، اینکه ایران به هر حال آقای اوباما قابل حل بود، در حال حل شدن بود، در عناصر تندروی دو طرف نذاشتن، اسرائیلی نذاشتن، سعودی نذاشتن، اماراتی نذاشتن، تندروان داخل ایران نذاشتن. صحیح. آقای کیان، نظر شما راجع به صحبتایی که عنوان شد چی؟ آیا فکر کنید که بحث این هستش که تندروان نمیذارن که دو طرف به نتیجه برسند، یا اینکه یک مشکل فاندیمنتال و اساسی اون وسط وجود داره که قابل حل نیست؟ ببینید اگر بخوایم راجع به محافظه‌کاران و تندروی صحبت بکنیم و راجع به دو مطلب اشاره بکنیم، یکی اینکه این وضعیت رو در ایران به چه صورت در داخل وضعیت جمهوری اسلامی چگونه میبینیم؟ آیا اونجا هم تندروهایی هستند که به کار کمک نمی کنند؟ این چه کسی بوده؟ کدوم نهادی بوده که گفته ما به هیچ عنوان مذاکره نمی کنیم؟ ببینید، ما هم تکرار میکنم، ما نمیتونیم که با هیجان صحبت میکنیم از اینی که یک دولتی بیقاعده رفتار میکنه و رفتار دولت دیگر رو در مقابل در نظر نگیریم.
بنابراین دولت جمهوری اسلامی دولت پرخاشجویی بوده. نه من با حرف آقای تپ با فرمایش آقای تپشی دولت جمهوری اسلامی میگه سنگ بزرگ علامت نزدنه. آقای کیان دولت جمهوری اسلامی میگه ما اینجا در منطقه خودمون هستیم، آمریکا هست که هزاران کیلومتر دورتر اومده به این منطقه و باید آمریکا خارج بشه. پاسخ شما چیه؟ شما فکر میکنید که این منطق نداره این حرفی که میزنه؟ ببینید باز هم در قالب دیپلماسی، در قالب قراردادها، در قالب تعهدها باستی صحبت کرد. قرارداد امنیتی بین آمریکا، دولت ایالات متحده و عراق که در سال 2008 امضا شده، قرارداد واقعی است. دولت عراق و دولت ایالات متحده یک تعهدی نسبت به هم دیگه دارن که این تعهد باستی اجرا بشه. اگر دولت عراق بیاد و اون تعهد رو بشکنه و اعلام بکنه که این تعهد از بین رفته، خب مسئله صورت دیگری پیدا میکنه. دقیقا بس همین هست. دولت عراق میگه ما از اینها دعوت کردیم. بله دولت عراق میگه ما از دولت آمریکا دعوت کردیم و ما به عنوان دولت عراق میتونستیم بگیم که این دعوت پایان یافته، خاتمه یافته، ولی ما ترجیح دادیم ببریم به پارلمان و در پارلمان رأی گیری بکنیم. در پارلمان هم رأی آورده. پاسخ دولت آمریکا اینه که نه شما نمیتونید این کار بکنید، ما تحریم میکنیم شما را اگه بگید ما از اینجا بریم. اجازه بدید بازم بستی تحریم کامل کرد. ببینید یک درخواستی در سال 2014 از دولت ایالات متحده شده که دولت ایالات متحده نیروی نظامی برای مقابله با داعش برای بفرسته. این فرق میکنید توجه بفرمایید به قرارداد امنیتی که در سال 2008 بین آمریکا و عراق امضا شده و این قرارداد رمیس هست. نمیشه یک دولت نمیتونه پارلمانش یه تصمیم بگیره، دولت در بخش اجرایی تصمیم دیگری گرفته باشه قبلا. بنابراین اگر دولت عراق مایل به خروج نیروهای آمریکا از عراق هست، بایستی اون قرارداد امنیتی سال 2008 رو بررسی بکنه و نقضش بکنه، اعلام بکنه که این قرارداد نقض شده. اون موقع یک ابزار قانونی و ابزار صحیح، ما با احساسات که نمیتونیم مسائل دیپلماتیک رو با احساسات نمیشه بررسی کرد. آقای تپشی شعار میدن راجع به اینکه صرفه‌جویی در حقیقت گویی. من فکر میکنم که بینندگان محترم شما خودشون قضاوت کنن کجا صرفه‌جویی در حقیقت گویی داره میشه در این بحث. ببینید صرفه‌جویی در حقیقت گویی این است که آقای دونالد ترامپ از زمانی که وارد سپهر سیاسی آمریکا شدند تا زمانی که وارد کارزار انتخاباتی آمریکا شدند تا زمانی که خودشون تحمیل کردن به حزب جمهوری خواه آمریکا تا زمانی که رأی آوردن و تا زمان قبل از حوادث قبلی مدام شعار دادند که ما در خاورمیانه چیکار می‌کنیم، ما در عراق کاری نداریم، داریم چند تریلیون دلار خرج کردیم، هر چه زودتر باید بیایم بیرون. حالا که با این رأی افتضاح و برای امریکا در پارلمان عراق با مواجه شدن تهدید به تحریم میکنه و میگن ما هستیم اینجا و نمیریم. این یعنی صرفه‌جویی در راستگویی اگر بهش توجه کنید و همه راستو گفتن اگر دقتش بفرمایید. مسئله این است که عجیبه برای من که آقای کیان میگن که رأی پارلمان قانونی نیست و مناط نیست، دولت نظرش مهمه. در کشوری که من و شما داریم زندگی میکنیم پارلمان منشأ همه چیزه. چطور شما میگید پارلمان اهمیتی نداره رأیش و دولت بعد تصمیم میگیره که چیکار میکنه؟ شما را ارجاع میدم به یک نقل قولی از یک محقق معروف عراقی که وزیر دفاع بوده، وزیر اقتصاد بوده، وزیر تجارت بوده در عراق بعد از اشغال در دولت‌های تحت سلطه آمریکا. آقای علی علاوی کتابی چاپ کرده که 5 سال بعد از اشغال عراق منتشر شده تحت عنوان اشغال عراق، پیروزی در جنگ، شکست در صلح. در اون کتابشون توضیح میده که چطور یک حکومتی مانند حکومت امریکا در عراق به تدریج دگرگونی میکنه، از ارتش آزادی بخش به ارتش اشغالگر تبدیل میشه. این روندیه که الان در عراق در حال اتفاق افتادنه و هیچ ربطی هم به ایران نداره. البته چیزی هم هست در واقع، اون نیروهای آمریکایی که در عراق بودن میگن که همون کاری که آقای سلیمانی کرد اونجا، در واقع تجهیز و گرد هم آوردن گروه‌های شیعه میلیشیایی که با آمریکا رو در رو شدن و با بمب‌های کنار جاده‌ای تلفات زیادی به آمریکا وارد کردند، اون روند دموکراتیزه کردن عراق، روند بازسازی عراق رو دچار مشکل. به گفته مقامات امریکایی بارها و مقامات قبلی و فعلی اقلیم کردستان، اگر اقدامات قاسم سلیمانی و سپاه قدس نبود، الان تمام عراق از جمله کربلا و نجف و اقلیم کردستان در اختیار داعش بود. این چیزی که امریکایی خودشون اعتراف کردن و اعلام کردن. قبلش رو میگن سالهای مثلا 2006-2007 زمانی که جنگ داخلی بین شیعه و سنی در عراق داشت. جنگ داخلی بین شیعه و سنی جنگ جدیدی نیست. شما
مدرسه رفتی در ایران، من مدرسه رفتم، سالهای سال در دانشگاه و مدرسه ایران میگفتن اقلیت شیعه عراق. بعد که صدام سرنگون شد معلوم شد این اقلیت دو سوم جمعیت عراقن. شیعه در عراق به قدرت رسیده، البته اختلاف نظر با هم دارن، دعوا دارن، فساد هست، ناکارآمدی هست، همه اینو به جای خود. ولی واقعیت اینه که پول سعودی و پول امارات و قبلا پول قطر اجازه نمیداد که این اکثریت شیعه به اتحاد برسن و بود و نبود قاسم سلیمانی مشکل حل نمیکرد. قاسم سلیمانی و سپاه قدس و ایران در واقع اونجا معرکه‌ای رو هدایت کردن یا ورود بهش کردن که سعودی‌ها قبلا با القاعده و زرقاوی و دیگران علم کرده بودند. ولی چیزی نبود که ایجاد کنن، بلکه موجی رو که علیه ایران ایجاد شده بود رو کارگردانی کردن که علیه ایران نباشه. آقای نوربخش، در تصویری که ما الان داریم مثلا اگه بخوایم مقایسش بکنیم با یک هفته گذشته، اتفاقی که افتاده اینه که یک آقای سلیمانی از این تصویر حذف شده، آدمی که گفته میشد مهمترین آدم در تجهیز و در واقع راهبرد نظامی ایران در منطقه است، همینطور راهبرد گروه‌های شبه نظامی که با ایران متصل هستند یا همکاری می‌کنند. ظرف یک هفته گذشته یک اتفاق دیگه هم افتاده. ایران به صراحت و محوری که محور مقاومت هم نامیده میشه به صراحت در مورد همکاری با ایران صحبت میکنن و خیلی دیگه روتر راجع به این قضیه صحبت میشه. آیا فکر میکنید نسبت به یک هفته گذشته با تمام اتفاقاتی که ظرف یک هفته افتاد به جنگ نزدیکتریم یا به صلح؟ حالا من فکر نمیکنم به جنگ نزدیکتر شده باشیم، اما اجازه بدید بازم من یه مقدار برگردم. ما بعد در مورد مسائل عراق و منطقه از هر دو طرف منصفتر برخورد بکنیم. ببینید، نیوکانه ها وارد عراق شدند، این کاری بود که همه بعدها فهمیدند که بسیار کار نادرستی بود که وارد عراق شدند. کاری هم که ما در عراق کردیم و بعد خب حالا مجددا کاری که دولت ترامپ کرد بعد از اینکه ایران نشست و یک قراردادی حول و حوش برنامه هسته‌ای خودش به امضا رسوند و دولت ترامپ بدون هیچ گونه دلیلی که یکی از دلایل هر بار مهمش همین حرفی است که آقای تفرشی میزنند، مخالفت و دشمنی کردنش با دولت ترامپ بود که میخواست هر دستاوردی رو از اون بگیرد که دود اون به چشم بسیار از کشورهای دنیا رفت. اینها رو ما قبول داریم، اما اینم باید قبول بکنیم که نقش ایران بعد از رفتن آمریکا دور عراق نقش آنچنان سازنده ای نبوده. ما بعد به عنوان آدم منصف قضاوت بکنیم. ببینید، دولت ایران پشت سر یکی از فاسدترین دولت‌های در عراق قرار گرفت، دولت نورالملکی. دولت نورالملکی هست که متأسفانه عراق رو تقسیم می‌کنه بین شیعه و سنی و باعث تأسف که همین دولت نورالملکی هست که همزمان از طرف دولت بوش هم حمایت میشه، یعنی اون منتخب دولت آمریکا هست اما دولت ایران از اون استفاده میکنه و این عراقی که شکل شده است بخشش برمیگرده به سیاست هایی که آمریکا در اون کشور داشته است و بخشش برمیگرده به ما. ما اگه میخوایم منصف قضاوت بکنیم در مورد مسائل عراق، نمیتونیم یک طرف رو فقط محکوم بکنیم. نقش ما در اون عراق نقش سازنده ای نبوده. همین الان دولت عراق در طول این یک سال دو سال گذشته همش فریاد میزنه از آیت الله سیستانی و بقیه که ما نمیخوایم که تنش متوجهم آقای نوربخش، ولی همه اینها ربطش به صلح و جنگ بین ایران و آمریکا چی میتونه باشه؟ حالا من امیدوار هستم که تصمیم بسیار درستی که ایران گرفت در حمله در حقیقت به این پایگاه ها و فکر کرد که به هر بار جنگ و شاید روش های نظامی راه حل نیست، من امیدوار هستم که این به دولت ایران کمک بکنه، به نیروهای داخلی کمک بکنه و از اکنون با این بنبستهایی که ما ببینیم فکر بکنیم که به هر بار راه رفتن به طریق به طرف دیپلماسی هست و خیلی هم کوشش نکنن که دولت ترامپ را الان قانع بکنن. من گفتم این دولت قابل پیشبینی نیست، این دولت واقعا سازندگی با ایران نیست. ولی کن دولت از کجا معلوم که این دولت 4 سال دیگه بیشتر 5 سال دیگه سر کار نباشه؟ والا من نمیگم که در مقابل این دولت بایستن، من بحثم اینه که خودشون در مقابل این تنش این دولت قرار ندن، کوشش بکنن از طریق کشورهای اروپایی، ژاپن یا بقیه راهی رو باز بکنن که با همین دولت هم بتونن صحبت بکنن و ما مشکلاتمون رو آرام آرام حل بکنیم. ایران در شرایطی نیست که نه جنگی رو بتونه تحمل بکنه، نه اقتصادش دقیقاً قابل تحمل هست و دولت ترامپ هم
هیچ سیاست در حقیقت قابل پیشبینی، هیچ سیاست درست و صحیح اخلاقی میخواییم به سوشیم یا نه در مقابل ایران نداره و ایران باید خودش راه خودش رو پیدا بکنه. و من امیدوارم با این سیاستی که ایران اتخاذ کرد در حمله به پایگاه های نظامی عراق در آمریکا در عراق، ایران راه دیگه ای رو الان پیدا کرده باشه و من بسیار امیدوار هستم که این روش روشی هست که بتونه شاید بعد از این در ایران معمول بشه. آقای کیان، چقدر فکر میکنید واقعا این حرف هایی که ظرف یک دو روز گذشته خیلی شنیدیم از مقام های مختلف آمریکایی که آغوش آمریکا باز هست برای مذاکره آماده است و میخواد که در واقع راه صلح رو در پیش بگیره، چقدر واقعا باورپذیر هست با توجه به اقداماتی که آقای ترامپ ظرف مدت‌های اخیر کرده؟ پیش از برنامه با آقای تفریشی صحبت می‌کردیم، ایشون می‌گفتن که این اصلا محلی از اعراب نداره، در عمل مثلا به آقای ظریف ویزا نمیدن، در حرف میگن که ما به دنبال صلح هستیم. ببینید، ما غیر از اینکه اونچه که مقامات اعلام می‌کنن قبول بکنیم، چاره دیگه نداریم. واسه صحبتشون قبول کرد. به نظر من آقای ترامپ با ظرافت راجع به این موضوع صحبت میکنن و کاملا روشن هستن. بله، ما برای مذاکره حاضر هستیم، ولی در چه موردی؟ بدون پیش شرط وقتی نشستیم اون 12 مورد روی میز خواهد بود، جایی نمیره. اجازه بدید چند مورد رو من بگم. ببینید، ما نمیتونیم راجع به دولت صحبت کنیم، راجع به پارلمان صحبت بکنیم. امروز مردم عراق آقای اسد المیدانی نماینده از بصره که بالاترین تعداد کرسی رو داشتن و مطابق قانون عراق میگوید که وقتی کسی حائز اکثریت کرسی شد رئیس جمهور عراق موظف است، یعنی دیگه اختیار دیگری ندارد، موظف است که ایشان رو به عنوان نخست وزیر منصوب بکند. ببینید، مردم عراق اعتراض میکنند به حضور دولت جمهوری اسلامی در عراق. این چیز مخفی نیست. من فکر می‌کنم هر کسی که وقایع اخیر رو نگاه کرده باشه می‌بینه که با چه شدت و حدتی، با چه هیجانی مردم عراق میگن برید از عراق، برید بیرون به جمهوری اسلامی. اینه که تحلیل کامل اینجا لازمه. چون ما اگر فقط فکر کنیم که پارلمان 168 نفری تصمیم میگیره که آمریکا بره، ولی مردم عراق که میخوان جمهوری اسلامی از اونجا بره کجا قرار میگیرن، مهمه. بعدم میدونید وقتی نگاه میکنیم که به جنگ نزدیکتریم یا به صلح، وقتی در نظر بگیریم که منظور آقای خامنه‌ای چه بود، وقتی ایشان گفتن خب حالا ما یه سیلی زدیم ولی عملیات نظامی کافی نیست، منظورشون چیه؟ عملیات نظامی کافی نیست، آمریکا باید از منطقه برود. یعنی چی؟ یعنی که آقای خامنه‌ای شما چه عملیاتی در این زمینه، چه اختیار عمل در این زمینه دارید که آمریکا باید برود؟ شما چیکار میکنید؟ چرا این حرفو زدن؟ خیلی بذارید از این نظر میپرسم، برای اینکه بعضی از تحلیلگران میگن که این اتفاقا راهیه که ایران پیدا کرده برای اینکه رویاروی مستقیم با آمریکا نداشته باشه، یک طرحی پیشنهاد میده که واقعا خیلی هم به ایران ربط نداره، قرار هست چندین کشور دیگه در موردش تصمیمی بگیرن که در نهایت میتونه به نوعی مثل تصمیم عراق مورد علاقه ایران باشه یا نباشه. چرا فکر میکنید ایران اینو انتخاب کرده؟ ببینید، سنگ بزرگ علامت نزدن. دولت جمهوری اسلامی اختیار عمل نداره، آزادی نداره، بسیار محدوده. از یک طرف فکر نمی‌کنید تلاشش رو داره می‌کنه که تنش رو کم بکنه؟ فکر نمی‌کنید این تصمیم رو گرفته برای اینکه تنش بیاد؟ ببینید، چاره‌ای نداره. ببینید، تحلیل که می‌کنید، اگر تحلیل رو از زاویه‌ای بکنید که دلخواه خودتون هست، خب همه هم می‌تونن این کارو بکنن، ولی تحلیل کامل اینه که چه گزینه‌های روبروی دولت جمهوری اسلامی هست، چه کار میتونه بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا انتقام سهمگین میتونه بگیره؟ به چه صورت؟ به چه صورت این کار میخواد بکنه؟ آیا جمهوری اسلامی جوابی برای مردم عراق داره که با صدای بلند میگوین آقا برو از مملکت ما نمیخوایم شما رو؟ مردم عراق یک پیام ضد آمریکایی ندادن. مردم عراق یک بار هم در این اتفاقات نگفتن آمریکا باید خارج بشه. مردم کجا هستن؟ ببینید، در تحلیل اگر مردم رو به حساب نیاریم اشتباه محاسبه پیدا میکنیم، چون هراس دولت جمهوری اسلامی از حضور آمریکا دخالت جمهوری اسلامی در عراق، میترسه که جلوی دخالتش گرفته بشه و جلوی پیشرفت مقاصدش برای حزب الله، چون عراق راه رسیدن به حزب الله است برای دولت جمهوری اسلامی. اینا رو باید در نظر گرفت. این میشه با
شعار صحبت کرد که بازیکن ببینیم آقای تفرشی پاسخشون چی هستن. بله امسال هم ولی بله آقای تفرشی بفهمید. بله اوج پوپولیسم ضد دموکراتیک رو من تو صحبت آقای کیان دیدم. عده علیه ایران تظاهرات کردن، هیچ کس علیه آمریکا در عراق تظاهرات نکرده، پارلمان و عراق هم کشکه و محلی از اعراب نداره، اونجایی که مردم داد میزدن دموکراسیه و پارلمان رئیش بی ارزشه. من نمیدونم اینو اسمش در لیبرالیسم پارلمانتاریستی یعنی چی این حرفا که عده تو خیابون شعار میدن، هیچ کس هم در عراق علیه آمریکا نیست. اجازه بفرمایید صحبت نفهمید. من به شما وقت میدم آقای کیان. حتما این حرفو ببینید، این همون چیزی خود ایشون میگن که دیدن بخشی از واقعیت. واقعیت امر اینه که تشییع جنازه قاسم سلیمانی در عراق 100 برابر 50 برابر بیشتر از کسانی که علیه سفارت ایران تظاهرات کردن و به آتش کشیدن کنسول ایران و امریکا کف زد برای اونها آدم توش بود و اونها هیچ کدومشون با کیک و ساندیس و سکیو و پول نیومده بودن. البته از اون طرف هم سفارت آمریکا آتش گرفت و ایران تشویق. بله خب طبیعی تیت فور تات زدی ضربت نوش کنه، قانون دنیاست دیگه همین جوریه. واقعیت اینه که مسئله عراق مسئله امریکا نیست و امریکا از نظر افکار عمومی مردم عراق به عنوان از یک راه حل به یک مشکل اصلی تبدیل شده و اشغالگر هست. بعد از این رأی پارلمان چه سمبولیک چه آبکی چه کشکی چه واقعی دیگر مشروعیت قانونی در عراق نداره. من یه نکته خدمت شما بگم، از روز اشغال عراق در مارچ 2003 تا حالا دولت‌هایی که در عراق اومده از جمله حتی دولت اول دلاوی که طرفدار ایران نبود و با دشمنان محل منطقه ایران پیمان بسته بود، اکثر کسانی که درش بودند یا مستقیما در دوران دیکتاتوری صدام حسین با ایران همکاری داشتن یا در ایران زندگی می‌کردن و کار می‌کردن یا بر ارتباط مستقیم بودن. از آقای احمد چلبی فامیل نزدیک آقای دلاوی و علی علاوی و جعفر علاوی که این خانواده بزرگ هستن و در لندن هم مستقر بودن تا آقای ابراهیم جعفری و دیگران هم با ایران ارتباط داشتن. این که شما بخواید مسائل ایران عراق رو خط کشی کنید و با ایران ارتباط نداشته باشین، چه از طریق دولت ایران چه از جهت افکار عمومی ایران چه در جهت مرجعیت قصیستانی، یک خیال واهی است، چیزی که شما نمیتونید انجام بدید. آقای کیان میفهمن ایران نمیشه از عراق بیرون کرد؟ پاسختون رو بفرمایید. ببینید تصمیم این که ایران از عراق بیرون بره توسط دولت عراق و مردم عراق ارتباط شد. ببینید ادبیاتی که آقای تفرشی استفاده میکنن از زیر کلماتی مثل کشکی و بقیه ادبیات من نیست. حالا ایشان تصمیم میگیرن که اینجور صحبت میکنن. صحبت ما این نبود که رأی پارلمان عراق اهمیتی ندارد. صحبت ما این بود در شرایطی که یک دولت مستعفی سر کار هست، در شرایطی که تصمیمات قانونی، ببینید یک لایحه هست، قانون نیست، اگر قانون بشه دولت موظف به اجرای قانون است. ایشان تشریحشون یک تشریح بسیار هیجانی و بسیار احساساتی است و از این کلمات استفاده میکنن. ما نگفتیم پارلمان عراق اهمیتی نداره، ما گفتیم در این شرایط این رأی یک رأی سمبولیکه و نمیشه به خواست مردم عراق اهمیت نداد و اون رو گوش نکرد. بسیار خوب کیان، اجازه بدید آقای نوربخش هم جمع‌بندیشون رو بکنن. زیر یک دقیقه آقای نوربخش، وقت کم است. جناب کیان، شنیدید که در طول چند هفته گذشته آقای سیستانی وقتی که صحبت از این میکنه که هیچ کشور خارجی نمیتونه در نظم عراق دخالت بکنه، حتما منظورش دولت آمریکا هم هست. این رو من امیدوار هستم که حداقل جای بحث اینجا نباشه. اگه مردم عراق در حقیقت تصمیم بگیرن که ایران درون عراق نباشه، که من با شما موافق هستم، تصمیم هم خواهند گرفت و این پارلمان عراق بزرگترین مبدع در حقیقت قانونگذار عراق هست و این بحث شما رو من نمیفهمم که دولت در حقیقت موقت یا هر چیزی، دولت قانونی الان سر کار، یعنی این قانون در درون عراق به این دولت اجازه داده که به هر بار دولتی باشه تا وقتی که نخست وزیری قانون نیست لایحه است. من بحثم چیز دیگه است. من دارم میگم چیزی که از بحثی که در پارلمان عراق به تایید این پارلمان میرسه، این در حقیقت یه لایحه قانونی است. یعنی یه کار قانونی است. شما نمیتونید بگید این کار قانونی نیست. بله. من اینه کلن که در آینده میگن که سنگ بزرگی است که ایران میخواد برداره. من فکر کنم سنگ بزرگی نیست. اگه ایران به این جنبندی رسیده باشه که با کشورهای درون منطقه همکاری‌های خودش رو شروع بکنه، من فکر کنم در این شک نمیتونم بکنم. اگه این عوض شده باشه، میتونن اینا هم جمع بشن و امنیت منطقه خلیج فارس رو تضمین بکنن و آمریکا هم راهی به جزئی نداره که از منطقه خارج. ممنونم آقای مصخایی، میکنم وقت ما به پایان رسیده. متشکرم از که در بحث شرکت کردید آقای نوربخش، آقای کیان و آقای تفرشی اینجا در استودیو و ممنونم از شما که با صفحه دو آخر هفته همراه بودید. شب و روزتون خوش.